درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر اسمانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت جناب آقای دکتر مازیار قویدل تقدیم حضورتون میکنم. همطوری که بینندگان با چهره علمی و فرهنگی آقای دکتر مازیار قویدل آشنا هستند، ایشون کار اصلیشون پژوهشگر فرهنگی هستند، ایرانشناس هستند، شاهنامه شناس هستند و کار بزرگ تاریخی که انجام دادن، یکی از مهمترینش تدوین کتاب‌های درسی از کلاس اول تا ششم ابتدایی برای کشورهای مختلف فارسی زبانه که در اونجا به خصوص در تاجیکستان به عنوان کتاب‌های رسمی درسی در اونجا استفاده میشه. البته در سمرقند هم از اون استفاده خواهد شد. جناب دکتر قویدل، تشریف دارین در برنامه؟ درود میفرستم به شما و همه بینندگان و شنوندگانتون در هر هنگامی از شبانه روز و در هر ساعتی که هستند و در هر کجای جهان. بسیار سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید، در این برنامه شرکت کردید. ما بیشتر برنامه‌مون راجع به فرهنگ پادشاهی، چون در برنامه‌های مختلف سامان در تلویزیون های مختلف و گروه های مختلف و سازمان های مختلف صحبت از سامانه پادشاهی میشه و بعضی از سازمان ها به این نام نامیده میشه. بنده میخواستم با تبحر و تسلط و پژوهش های علمی که جناب عالی انجام دادی راجع به این مسئله که ما فرهنگ پادشاهی داریم، که این فرهنگ پادشاهی خیلی عام‌تر از یک سامانه پادشاهی، یعنی در برگیرنده همه این مسائل هست. چون بنده می‌دانم با توجه به پژوهش‌هایی که جناب عالی فرمودید، من اینو به صورت چند سوال خدمتتون تقدیم می‌کنم. به این صورت که بنده کوتاه‌کوتاه تقسیم می‌کنم پرسش‌ها رو. پرسش اول بنده این است که با توجه به تجربیات علمی که جناب عالی داریم و پژوهش‌هایی که فرمودید، بنده می‌خواستم راجع به تاریخچه فرهنگ پادشاهی یه صحبتی بفرمایید که بینندگان متوجه باشن که فرهنگ پادشاهی یه چیزی عام‌تر از یک سامانه پادشاهی. حالا بعد می‌توانید البته به اون نخستین امپراتوری پادشاهی در ایران و مستنداتی که در شاهنامه وجود داره و اسناد و شواهد تاریخی دیگری که در این زمینه وجود داره بحث بفرمایید. به خصوص من میخوام مسئله قسمت دموکراتیک بودن فرهنگ پادشاهی رو روش بیشتر اعلام بفرمایید. همچنان که درباره فرهنگ اشاره کردید، فرهنگ یک گستره بیکرانه که در اون داستان‌های رویدادهای و روش‌های جا داره. یعنی اگر ما بگیریم که یک دریای بزرگ رو فرهنگ بگیریم، یک شاخه‌هایی به این دریا می‌ریزن و یک شاخه‌ای از این دریای رودهای از این دریا سوا میشن و میرن. خود فرهنگ اون بستره و در بر گیرنده است. مانند این که بگیم یک دشت بسیار بزرگ رو داریم، ما در میان این دشت دریاچه هست، کوه هست، یک گستره فراوان. روش هایی که برای اندیشیدن، برای پوشیدن، برای خوردن به کار می رود، اینها همه بخش هایی هستند که درون فرهنگ هستند. یعنی ادب فرهنگ، هنر، چگونگی گفتن، چگونگی اندیشیدن که میشه باور و دین تا اندازه، چگونگی رفتار و گفتار، اینا همه بخش هایی از یک فرهنگ هستند. پس فرهنگ یه چیزی، یکی از روش ها روش کشورمداریه، شهرمداریه، که اون هم در میان مردم گوناگون نگاه‌های گوناگون بهش میشه. در فرهنگ ایرانی این فرهنگ پادشاهی خشترا، این واژه از خشتره، شهر، شهریار، شاه، اینا از همه واژه خشتره
اوستایی میاد، یعنی پادشاهی آرمانی، پادشاهی آرزو شده، شهریاری آرزو شده. و جناب دکتر، از اونجایی که در فرهنگ ایرانی پای انسان روی زمینه و انسانه که خودش گزینش داره و تصمیم میگیره، نگاه میکنیم برای نمونه در برابرش فرهنگ یونان نگاه میکنیم، آتش از آسمان اومده، آهن از آسمان اومده، فرهنگ آفریقایی رو در نظر میگیم یا ابراهامی و که این اسلام و مسیحیت و یهود ازش میاد، باز اونم هم آدر حدید از آسمان میاد، هم آتش از آسمان میاد. در روی فرهنگ ایرانی که نگاه میکنیم یه گذری که داشته باشیم، میبینیم که آتش بوده، روش افروختنش رو انسان یاد میگیره با داستان هوشنگ و جشن صدر و سنگ انداختن اینا، یا اینکه خود اون آتشی که برپا میکنه سنگ گداخته میشه یا ذوب میشه و اون توپال یا فلز یا بر روی آهن یا هرچی میاد بیرون. پس پا رو زمینه. اندیشیدن یعنی داد و رای و خرد و گزینش باز تو فرهنگ ایرانه. پس این گزینش که داره با پایه خردی که داره، اینها همه رای بندی برای اینکه یک اجتماع خوبی داشته باشه، گزینش خوب داشته باشه، داد و دادگری، خرد به کار بستن خرد با اون زمینی هوشی که داره و کار اندیشیدن، این به جای رسوندنش که یک سامانه یا یک روشی برای کشورمداری درست کنه. فرهنگ ایرانی یا ایران زمین، من میگم کاری به ایران امروزی ندارم، اون ایران بزرگ رو من نگاه میکنم که بیشترشون فارسی زبانه، این یک فرهنگ جهان گستریه. من برای این سخن امروز چند تا نمونه از اوستا آوردم که کهن‌ترین چیزی که ما در دست داریم اوستاست. که اوستا بخشای گوناگون داره، یه بخشش یسناست، 25% یسنا گفته ها و آموزه های زرتشته که میشه 6% خود اوستا. من یه چند تا نمونه آوردم که این داره درباره سوتیاس گفته میکنه. سوتیاس عبارت است از آموزش های زرتشت، 17 سرود زرتشت و 7 سرود از دوستانش. یکی از بخش های کوتاه کوتاه من برداشتم، میگه زیرا خدای دانا و پیروز آن سودمندترین اون آن جهان آفرین سوتیاس را برای پاسبانی جهانهای راستی، برای نگهداری جهانهای راستی، برای کسانی که سود میرسانند و خواهند رسان و برای سرتاسر هستی و راستی بر جای گذاشته است. یعنی این آموزش هایی که در فرهنگ ایرانی که میاد از آموزش زرتشت سودیه، سپس میاد شاهنامه و آن چیزی که معنویه و امروز بهشون معنوی میشه، اینها همه برای جهان راستی و هستی در همه جهان درست شده. یعنی انگیزه های اندیشه‌ای و فلسفی فرهنگ ایرانی در اندازه کفش تنها آدمای تو ایران نیست، برای همه جهانی. یا برای نمونه هنگامی که داره میگه که من نماز میخونم برای چیه، میگه احیا یا سانمنز که اوستان زستو و رفز یحیا، من دست با دستهای برافراشته سرم و بالا میارم و ستایش میکنم که با کارهای راست و درست و خرد بتونم روان جهان رو و تو را شادمان کنن. یعنی جهان در فرهنگ ایرانی یک روان داره، زنده است. برای همینه که میرسیم بهش، من اشاره خواهم کرد که در داستان کیومرث و اینا میبینید که همه جانداران با هم دوستن، در کنار هم مینشینن. این اون باوریه که اون داره. من باز چند نمونه از گاتها میارم که این جای پای پادشاهی رو بهش میرسیم. ای خدای، ای خدای دانا، شما به وی، یعنی کسی که میخواد سرپرست، از راه راستی و منش نیک نیرو و شهریاری ارزانی داد. شهریاری یار شهر بودن. اگه جا به جا بکنیم آقای دکتر، فریاد یاد فر من بودن، به فریاد من رسیدن. یادتون باشه من انسانم و یه فر دارم. اینه که شهریاری آن که میخواست یار شهر باشه، یار شهر باشه. ای خدای دانا، شما به وی از راه راستی و منش نیک و شهریاری ارزانی دارید تا او آبادی و آرامش پدید آورد. پس شهریار آرامش و آبادی پدید بیاره. راستی و منش نیک و شهریاری به سوی من خواهد آمد. هنگامی که اون شهریار میشه به سوی منم میاد. منم یک شهریارم. پس باور و نگاه به این استش که ما جهان رو میخواییم گسترده آباد کنیم برای همه جهانیان. این نیست که تنها برای ایران. پس بهترین گفته ها رو بشنوید، چه زن چه مرد، و از میان آنها برگزینید، اون گزینشی
که گفتیم و روشن است که دانا خوب را برمی‌گذارد. یادمون باشه که این گزینش رو تا هنگامی که اون روز گزینش فرا نرسیده تصمیممون رو گرفته باشیم سامان بریم. شهریاری نیک برگزیده شود زیرا آن گرانبهاترین بهره است، همانا آن برای کسی که کمر بسته چون پرستش است، چون کمر بسته که یک کاری بکنه مانند پرستش و پرستاری است. او ای خدای دانا با بهترین کردار خود بر راه راستی می رود، اون کسی شهریار میشه. برای همین شهریاری است که اینک من برای همه کسان خود اندر تلاش و کوششم. یعنی مایی که میخوایم به شهریاری برسیم همواره کوشش میکنیم که به همه جهانیان یاری برسونیم، چون این فرهنگ فرهنگ جهانیه، این فرهنگ نگاه جهانی داره. بسیار از اینا هست که من نمیخوام زمانو بگم، میترسم زمان بره. اگه نه من گفت مثلا خدای دانا از پرتو شهریاری خود به کسی که وظیفه بایستی خود را درباره جهان از روی باور انجام میدهد بهتر از به ارزانی داد. پیشوایان دروغی دوستان مردم نیستند و از دستورهای زندگی و آبادی دور هستند. یعنی در برابر اونها دروغگو هم هست. ما شهریار داریم و آنهایی که شهرها رو ویران میکنه. جای پای شهریاری در فرهنگ ایران بسیار گسترده است و ژرفه. همچنان که گفتم در آغاز این از شطر میاد. شطر یه واژه اوستایی، شهریاری یار شهر بودن، آرمانی و آرزو شده. بله بسیار متشکر. البته خود در این مورد اگر وقت باشه بسیار میشه صحبت کرد. حالا برای قسمت سوالی که اول کردم در بخشی از اون دو مرتبه تکرار میکنم، من بخوام با توجه به استدلالی که فرمودی و مستنداتی که اشاره فرمودی، چه تفاوت اساسی بین فرهنگ پادشاهی است و سامانه پادشاهی؟ به عبارت دیگه با توجه به مفاهیم امروزی که ما از جمهوریت و دموکراسی داریم، آیا به نظر جناب‌عالی و با بررسی که فرمودی این کلمه جمهوریت که در واقع یعنی مردم بخوان منشأ قدرت باشن، در پادشاهی ما رو صحبت خواهیم کرد هست اونجا، ولی در مورد جمهوریت آیا این مفهوم جدید جمهوریت در قالب این فرهنگ پادشاهی که تعریف فرمودید می گنجه یا خیر؟ و البته ابتدا بفرمایید که فرق اساسی بین فرهنگ پادشاهی و سامانه پادشاهی چیه و این بخش دوم هم با وجودی که محدود بشه راهنمایی کنید. بسیار متشکرم. خواهش می‌کنم. جناب دکتر، همچنان که پیشتر با آقای دسیل و گفتم، خود فرهنگ یک چیز گسترده‌ایه. سامانه یه بخشی از اون فرهنگه. یعنی مانند یه سازمان یا حازمان اجتماعی پادشاهی که داره کار میکنه. فرهنگ بسیار گسترده است و این فرهنگ زمینه سازه که برای نمونه سامانه پادشاهی به وجود بیاد. نمونه میگم، ما میخوایم ماست درست کنیم، ماست میخوایم درست کنیم، شیر رو میجوشونیم، یه کمچه ملاقه از اون ماستی که از توی فرهنگ میریزیم توی این سامانه، این سامانه همش میشه ماست. پس سامانه یک برخواسته از فرهنگه و این فرهنگ پادشاهی چیزی دیگه است. درباره جمهوری که فرمودید، راستش اگر من بخوام برگزینم، من اصلا خود واژه جمهوری رو رد میکنم. دموکراسی که یعنی مردم سالاری، حکومت مردم، یه واژه یونانیه. خود جمهوری یعنی توده شن، یک واژه سبکی آقای دکتر، یعنی توده ماسه، یعنی مردم رو توده میکنه، یک چیز پویا نیست مردم، یعنی یک چیزی هستن که دارن با هم ببخشید انگار میلولن، انگار ریختنشون رو هم یه کاری رو سامان بدن. در زمینه پادشاهی، فرهنگ پادشاهی و اندیشه های پادشاهی پویایی هست. این همواره درباره یک چیزی که آرمانیه و آرزو شده است و همواره پویا و زنده است کوشش میکنه، چیز بسته نیست. شما این واژه، خب من خودم یادتون باشه چند ساعت پیش پیشنهاد دادم و با دکتر احمدی و دوستان اومدیم نشستیم گفتگو کردیم که به جای جمهوری بگیم پادشاهی گزینشی. ما یه پادشاهی داریم سوا، به جمهوری بگیم که آقا جان، بگی جمهوری برای که برمیگزینیم، خب برگزینیم، خب نباشه بذاریم پادشاهی. آرمان‌های منم گوناگون بود که شاید توی برنامه دربارش با آقای دکتر احمدی هم بود گفتگو کردیم، که هنگامی که ما توی این کشور اگه خدای نکرده، از دید من خدای نکرده، جمهوری بشه،
این جمهوری ما میشیم یک کشور جمهوری 40 ساله. اما اگر پادشاهی باشیم یا 50 ساله، اگر پادشاهی باشیم، چه پادشاهی گزارشی باشه، من بهش میگم گزارشی که من در تاریخمون میبینیم، ما در تاریخمون میبینیم که داریم، این از کیانیان آغاز میشه و میاد همینطور میره، خب این گزارشی داریم بر همون راستا و راه میریم یا روش میریم. یکی این که نمیخوایم گزینشی کنیم، 4 ساله 10 ساله خب میشه گزینشی. توفیر جمهوری با اون این استش که اگر اینو من به پایان ببرم، اگر ما اینو بیایم به نام جمهوری بذاریم، پس همه تاریخمون رفته کنار. میگن جمهوری برای نمونه ایران، خب 40 ساله درست شده، 50 ساله درست شده، پیشینه از میان رفته آقای دکتر، هیچی نیست دیگه تاریخ. میگن آره یک زمانی پرشیا بوده، یعنی دیگه پرشیا تموم شد رفت، یه چیز دیگه است. این یک چیزیه که آسیب رسانه از زمینه‌های اجتماعی فرهنگی که اگر نباشه. خب این واژه جمهوری پس یه توده شنه که انگار اینا میان و خود این مردمی که مانند شن ریختن روی هم دیگه به یه راستای میرن. و امروزه شما میبینید که آقای دکتر برای نمونه آقای احمدی نژاد یا آقای نمیدونم این کسانی دیگه که توی جمهوری اسلامی هستن یا کسایی که میان کاندید میشن و هیچ دانشی ندارن میان میتونن کاندید بشن و اگه پول خرج کنن میشن رئیس جمهور. در سامین پادشاهی اینجوری نیست. کسی که در این زمینه است آموزش میبینه و کنترل کامل روش هست. یکم که پیشتر بریم زمان داریم آقای دکتر، من براتون میگم و نشون میدم که ما اتفاقا پادشاهی مشروطه داریم، یعنی آن چیزی که در جمهوری میگه پادشاه میاد برنامهشو میگه نخست، یعنی پس از دو پادشاه سه پادشاه که رد میشه میان میگه که آقا من این برنامه ها رو دارم و برای اینها میخوام کار کنم، مردمم باش نمونه میارن و باهاش تایید میکنه همکار میکنه. پس فرهنگ پادشاهی گستره است که سامانه پادشاهی از آن برمیخیزد. جمهوری یک چیز پویا نیست، نامش پوپلاس. این که میگن دموکراسی در جمهوری هست یه خورده راستش من شوخی میبینمش، چون نگاه کنید که آقای دکتر در امریکا دو تا حزب قوی هست، همه کارها هم در دست داره، مانند بسیاری از کشورهای چیز که دارن سلطانی هم پادشاهی نیستن و سلطه دارن به مردم، اینا یکی دو تا حزب دارن کارشون رو میکنن. شما امریکا جز دو حزب یک کس دیگر میشناسی؟ همه اینایی که میان کاندید میشن یا بالا میان استاندار اونجا بودن، فرماندار اونجا بودن یا چیزی، و هر کسی یه شغل داره همونه. در سوئد هم 80% به این گونه، کسایی که تو حزبای سیاسی هم میان سرپرستی یک ادارایی رو در دست میگیرن. اینه که در سامانه پادشاهی آزادی بیشتره، رواداری بیشتره، چون فرهنگ رواداری هست. شما نگاه کنید در سیستم جمهوری یک رئیس جمهور میاد همه کسانش هم میاره. در کشورهای آسیایی و خاورمیانه‌ای که دیگه دکتر اگر که یک کسی شد رئیس جمهور در تهران نشست یا در اصفهان یا در قزوین هر جا جاش بود نشست، آبدارچی اداری قند و شکر کرمان هم عوض میشه، یعنی بانده. سپس ما دیدیم که اینها میان جیباشون رو پر میکنن و میرن و اینها حقوق هم میگیرن تا پایان عمر، در حالی که شما در سیستم پادشاهی میبینید که پادشاهی شناخته شده است، زیر کنترل پادشاه. اینجا تون رفت در همین جنوب سوئد جریمش هم کرد، گفت من دوست دارم تون برم و خود جریمش هم بده. این استش که کنترل در سیستم پادشاهی بیشتره و این هم از بازی‌های سیاسیه که میگن دموکراسی یعنی مردم سالاری در اون سو هست. من این باور رو ندارم، مگر اینکه در دوره‌های گوناگون بیایم نگاه کنیم و آتو پیدا کنیم. یعنی شما نگاه کنید پادشاهی دوران رضا شاه و محمد رضا شاه رو بیایم نگاه کنیم، مردم ایران هم نگاه کنیم، مردمی که از دوره قاجار به دنیا پیش اومدن همواره میگن که خونه‌های بلند جن توشه. شما یادتونه سر سال 57 و 58 که اینا اومدن سر کار 58 در روزنامه نوشتن که خونه‌های بالای دو طبقه جن داره نری توشون، و خودم خوندم اینا میگفتن، اعلامیه میدادن. این استش که اونها اومده بودن برای نمونه میگفتن که محمد رضا شاه و رضا شاه این گروه اخوندایی که در قانون اساسی بوده نپذیرفته، پس قانون اساسی رعایت نشده. اینه که بازی ها بیشتر بازی های سیاسی من میدونمش. من از رو پژوهشام به اینجا رسیدم، به این باور رسیدم. اگر نه من پسرخالی شاهم، نه دختر پسر عموی وزیرم، هیچ کاره هستم، و این پژوهشام منو به اینجا رسونده، چه بشا که شاید جوانم بودم یک گونه دیگه میاندیشیدم، گمان میکردم شاید جمهوری خوب باشه. از 16-17 سالگی بیشتر بررسی کردم و دیدم نه، پادشاهی سامانه بسیار بسیار مردم سالاریه و مردم آزادی
بیشتری دارن ازش درش. بسیار متشکر. عرض کنم که اگه من درست فهمیده باشم و به این باور دارم و اون این است که فرهنگ پادشاهی یه چیزیست دائمی، حالا ممکنه در یک برهه کوتاهی از زمان اون سامانه پادشاهی وجود داشته باشه و مدتی وجود نداشته باشه، مثل دوره تسلط اعراب بر ملت ایران، ولی فرهنگ پادشاهی در داخل همون سیستم هم وجود داشته. ممکنه نظام پادشاهی برقرار نبوده، ولی در همون دورانی که اعراب هم تسلط داشتن، در حصولت در ریشه‌دار در فرهنگ ایرانیان وجود داشته و اون فرهنگ پادشاهی بوده. این یه مسئله. دوم این که جناب‌عالی نظرتون این است که در فرهنگ پادشاهی در پاسخ بنده که میتونه جمهوریتی وجود داشته باشه در قالب فرهنگ پادشاهی، منظور این است که اگر واقعا مردم بیان پادشاه رو انتخاب بکنن برای مدت مشخص، درست میشه هم چیزی که در یک جمهوری وجود داره، که میدونیم بعضی از دوستان ما و محققین پیشنهادشون این است که پادشاه انتخابی باشه. یعنی به عبارت دیگه در قالب این فرهنگ پادشاهی میتواند اون گونه دموکراسی یا پادشاه انتخاباتی، پادشاه انتخابی یک نوع جمهوریت باشه. این استنباط من است. چرا بود که ما باید که باز کنم، فرهنگ مانند یک گستره است، یک سطح، یک پیه که خوب ریخته شده، این بتونارم است و محکم و همه چیش درست شده است، اون سامانه اومده روش. حالا یه سامانه پادشاهی نبوده، سلطه بوده، خلیفه‌گری بوده، ما اون پیمون استواره، اینو ور میداریم دوباره اینو میگذاریم همچنان که فرق بودیم. مانند انگلیس که سامانه پادشاهی بوده، اومد یه مدت نبود دوباره بازگشت، یا اسپانیا. پادشاهی گزینشی ما نمونه داریم در جهان آقای دکتر، ما نمونه داریم که 10 ساله برگزیده میشه، همچنان که در سوئیس هم از 4 گروه برگزیده میشن، هر چند ماه یا نیم سال یکیشون همون رهبره، چون جمهور که واژه عربیه دیگه. بفرمایید آقای دکتر. عرض کنم که یه مسئله‌ای در این برنامه های اپوزیسیون مطرح شده و اون مسئله سلطنت و سلطنت طلبیه که بعضی ها نسبت به این کلمات یه مقدار حساسیت نشون میدن و مفاهیمی برای این سلطنت و سلطنت طلبی تعریف میکنن که با اونچه که در قانون اساسی مشروطیت نوشته شده هیچ گونه تطابقی نداره، چون در قانون اساسی در همه موارد بخصوص فصلی که مربوط به حقوق و اختیارات پادشاهه، همه جا پادشاه مرادف همون سلطانی که قبلا وجود داشته که در زمان قاجار بوده و طبق این قانون اساسی مشروطیت سلطان تبدیل شده به پادشاه، ولی در اونجا اگه حالا من در این زمینه بعدا توضیح خواهم داد در قسمت که خودم صحبت خواهم کرد، ولی به طور کلی در قانون اساسی مشروطیت ما بینیم که پادشاهی و سلطنت مرادف همدیگه به کار برده شدن. بنابراین این عنوانی که بعضیا به صورت شاید انتقاد صحبت میکنن که سلطنت و سلطنت طلبی و بقیه مسائل، این با اون چیزی که در قانون اساسی مشروطیت گفته شده هیچگونه تفاوتی نداره. یعنی در قانون اساسی مشروطیت فرقی بین سلطنت، سلطنت طلبی و پادشاهی، پادشاهی مشروطه وجود نداره. می‌خواستم شما نظرتون در این زمینه بفرمایید. جان دکتر، ما کشوری هستیم پس از این سلطه، اینجا هم سلطه میشه، سلطه خلفا و یورشی که به ما آوردند و کشتند و بردند و خوردند و ویران کردند، ما سلطه برمون وارد شد و دیگه پژوهش رو از دست دادیم. یعنی شما نگاه کنید، دانشگاه گوندی شاپور در دوره ساسانیان با 7 دانشگاه بودن که با هم پیوند داشتن، یکی اسپانیا تولدو، یکی در مصر، یکی در چین،
یکی در اسکندریه، اسکندریه مصر، یکی در روم، یعنی با 7 دانشگاه، یکی اروها، دانشگاه اروها که امروز در ترکیه هست، 7 دانشگاه با هم کار میکردن، 5000 دانشجو در دانشگاه گندشاپور بوده با 500 استاد آقای دکتر، یعنی هر 10 دانشجو یه استاد داشته. رشته های پزشکی ما 16 تا بوده، کارت و بیش از او، کارت پزشکی که امروز بهش میگیم جراحی که بسیار واژه دلچسبی هم نیست، جرح دیگه و جراحته، کارتو بیش از او، کارت پزشکی، مانتر بیش از او، مانتر درمانی، سرود درمانی. ببینید اینها همه از بین رفت و پژوهش درش بسته شد، کتاب ها سوخته شد. از دوره مشروطه و به ویژه زمان رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی پژوهش آغاز شد. اینه که دوره مشروطه دوران بینابینه. جناب دکتر در زمان مشروطه به شهربانی میگفتن نظمیه، به شهرداری میگفتن بلدیه، به بهداری میگفتن بهیه، همه اینها بود دیگه، به دادگستری میگفتن عدلیه. این همین واژه ها به کار برده شد در دوره مشروطه درباره پادشاه، چون یادشون رفته بود پادشاهی چیه. پادشاهی رو در تا دوره ساسانی داریم، امیان رفته، سلطه اومده، سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان اومده، که اینها آیه دکتر تا زمان قاجار، حتی قاجار افتخارشون این بود که از مغلا هستن، پس ما آدم میکشیم از ما بترسیم. همچنان که اینا هم میگن که در نهج البلاغه آمده است که تا مرفق علی ابن ابی طالب نوشته ما دستمون آلوده است به خون پسر عموهای خودمون. اینو در نهج البلاغه هست، اگر اشتباه نکنم خطبه 148، اشتباه هم کردم خب پس اونجا. پس این سلطه آمده و اینها چون میخواستن پادشاهی رو بگنجوندن بسیار دشواری ها داشتن. شما اگر یک کلمه رو که 100% نگاه کردید که مستشار دوره نوشته، همش میخواد قانون های اروپایی که در فرانسه دیده برابری بده با قرآن، چون ناچار بوده. اینها هم چون سلطه بوده و سلطان داشتن، میان پادشاهی رو میخوان بذارن کنار. اون پادشاهی، پادشاه، شاهی که پادفره میده یا پدافند میکنه از کشور، همون شهریاره. این واژه های سواست. همین دشواری ما امروز هم داریم که مردم میان میگن چرا ما واژه سلطان رو به کار میبریم، چرا سلطنت رو به کار میبریم، چرا واژه فارسی رو به کار میبریم، نمیبریم. آقای دکتر من یه سخنرانی داشتم در دوام میکنم استکهلم بود، یه جوانی اومد به من گفت سجده به فارسی چی میشه؟ گفتم که سجده به فارسی نداریم. گفت یعنی زبان و فرهنگمون ناقصه؟ گفتم نه، اندیشمون برتره. گفت چرا؟ گفتم چرا ما باید سجده بکنیم به یه چیزی؟ ما اصلا هم چیکاری نمیکنیم. بزرگترین که پیشونی به خاک زدن، مانند کشتیگیر دست میزنن به خاک، اینجوری میکنن میرن تو زمین. اینه که یه سری واژه ها رو نداریم و در دوره مشروطه دوره بینابینی بوده جناب دکتر، نمیتونیم استناد بکنیم. هیچ فرهنگستانی نبود، هیچی، همه واژه ها اونجوری بود. ما فرمان روا داشتیم، ولی فرمان روا چه معنی میده؟ کسی که روا دار، رواست بر او فرمان دادن، فرمانده، کسی که فرمان میدهد، فرمان روا کسی که رواست فرمان بده است. اون چیز، اون پادشاه یا کسیه که گزیده شده. اینه که این واژه سلطنت رو ما به کار نبریم، سلطنت طلبی هم نداریم. ما چیز داریم، پادشاهی خواهی، نه طلب هستیم که از طلبه میاد و از طلاب و اینا همه یه هم ریشن، از طلب میاد. نه، چرا ما واژه سلطنت رو به کار، چرا واژه ایرانی به کار میبریم؟ سر همینه که آقای دکتر اگر شما یادتون باشه که 100% یا دهه 40 و 50 این کمونیستان میگفتن خلقهای ایران، به ویژه 57 و اینا، سپس اومد گفت مردمان تیکه های ایران، فارسی گفتن، پس از اون گفتن ملیت های ایران. خب چرا ما ملیت به کار ببریم و مردم به کار نبریم؟ اگر ما مردم رو پیپاکن و تیر و تبار رو به کار ببرن، این دشواری ها بدن. و همین گونه است که واژه سلطنت واژه ایرانی نیست و کاربرد ایرانی نداره، مگه کسی بخواد سلطه داشته باشه. من خودم پادشاهی خواه هستم، ولی سلطنت طلب، یعنی سلطه طلب نیستم. نه من میخوام بر کسی سلطه بکنم، نه میپسندم کسی بر کسی سلطه بکنه. فرهنگ پادشاهی، فرهنگ خردگراییه که من نشون بهتون میدم با چند نمونه از شاهنامه که اصلا مشروطه هم بوده، یعنی اون که باید برنامه میداده، شاه برنامه میداده و مردم هماهنگ میشد. بسیار متشکر. البته همطور که به طور زمینی اشاره فرمودید، یکی از دستاوردهای مهم مشروطه
این بود که اون کلمه سلطان حذف بشه و اون اقتدارش لااقل حذف بشه، اون که در قانون اساسی که بعداً بعد صحبت خواهم کرد کلمه سلطنت به کار برده شده. حالا تفاوت‌های اونا رو بنده خدمتتون خواهم گفت. دستاورد مهم یکی این بوده و دیگری این است که قبلا در واقع سلطان بوده و رعیت، ولی مشروطه سبب شد که مفهوم شهروندی به وجود بیاد با توجه به موادی که در قانون اساسی مشروطیت با همه نواقصش وجود داره در اونجا به اون اشاره شد. حالا خود بود چون وقت ما کم هست من این سوال دیگری دارم که خیلی مهمه و اون این است که همونطوری که جنابالی کاملا آگاه هستی، از همون ابتدای تشکیل ایران امپراتوری از هخامنشیان به این سو همیشه یک رقابتی بین مذهب و پادشاهی وجود داشته و هر موقعی که واقعا اون پدیده پادشاهی مسلط بوده کشور بیشتر پیشرفت کرده، هر موقعی که پدیده مذهب مسلط بوده دوره عقب ماندگی بوده. البته این ممکنه نظر من کاملا درست نباشه ولی استنباط بنده اینه. حالا میخوام ببینم این نبردی که همیشه در طول این تاریخ ایران وجود داشته اینا تا چه حدود توانستن هر کدوم از اینا فائق بشن و به خصوص در این نبرد همیشگی چگونه شد که در سال 57 این مذهبیون و اون پدیده مذهب توانست مسلط بشه و در نبرد با پادشاهی پیروز بشه؟ البته به صورت موقت، همطور که گفتیم فرهنگ پادشاهی همیشه است و به جای خودش خواهد به سامان پادشاهی برگشت، ولی فعلا در سال 57 نشون داده شد که مذهب توانست پادشاهی رو کنار بزنه. چون دکتر این دو بخشه، یکی این که دین و دولت که این یعنی دین و سیاست هست که در همه جهان بوده، یعنی شما نگاه کنید که در دوره ساسانی یه انگیزه ای که دین رسمی برگزیده شد برای اینکه در روم اونها دین رسمی برگزیدن، مسیحیت رو دین رسمی کردن برای اینکه گرفتاری داشتن با میترائیسم که ما خودمون میترائیسم تو ایران نداشتیم، میترا داشتیم، میترائیسم یه گونه دیگه بود که جای سخن دیگه داره، ما آیین مهر داشتیم و پیمان مهر. این بر سر جنگ ها رفت و میترائیسم اونجا درست کرد و اونا ناچار شدن، یعنی این درگیری ها در همین صورت. شما در گوستاو فایو یادم نیست پادشاهی که پادشاهان سوئد در سده پنجم در شهر کالمار اینا که اونجا که میبینید که آمد از روی کاخ توپ گذاشت روی کلیسا و درگیر شدن و چند صد ساله، کمتر از 500 ساله کارل گوستاو فایو شماره 5 که این بخشی از اروپا رو هم گرفت، همواره نبرد بین دین و فرماندهی همواره بوده چون مردم آگاهیشون بیشتر نبوده. هرچی آگاهی مردم بیشتر بشه که در زمان جمشید اومد این کارو کرد، جمشید نبرد کمتر میشه در دوره جمشید. جمشید میگه هم شهریاری یا هم موبدی و سپس میاد موبدا و این کاتوزیان رو گرد میاره میگه برید شما توی کوها نیایش بکنید، ارتشی هم میکنید تو پادگان و بخشبندی اجتماعی همه کارهای سنفی و گروهی رو درست میکنه. اینه که این در ایران نبود و در همه جهان بوده چون مردم آگاهی هاشون کم بوده، کهنه پرست و خرافه پرست بودن، پس پیوند با ایران نبود. پادشاهی ایران از دوره کیومرث آغاز میشه، چند هزار سال پیش از کوروش. کوروش آن چیزیه که ما در دستش داریم، اونها رو در اسطوره هامون داریم، در تاریخ افسانه ایمون که هست. در یک نشستی در هامبورگ آلمان بود، پروفسور کروپ به من گفتش که قویده، من آرزو در سال 98 بود 92 بود که بود، گفت من آرزو میکنم که یک روز یک سکه از رستم پیدا بشه چون این انقدر بوده که گفتنی نیست. پس این نبردها از گذشته، شما در چین هم نگاه کنید، در کره هم نگاه کنید، در هند هم نگاه کنید، بوده در همه جهان، در اروپا هم بوده. پس اون یه بخشش. درباره 57 و مشروطه باید با هم بگیم. آی دکتر بدلفن مشروطه رو که آخونده خوردن 57 به ما زدن، یعنی هنگامی که مشروطه شد یه چند انگوش شماری که با هم کنار می اومدن
نه پرشمار سیاست مدارایی که امروز با هم کنار نمیان. اینها اومدن از حالا روحی و دولت آبادی و آخوندزاده و اینا اومدن با هم ساختن و فنی کلکی زدن با آخوندا به گونه ای که آخونده اومد گفت، حالا یا طباطبایی بود یا اون یکی گفتش که ما سرکه انداختیم شراب شد، یعنی یک کلک بهشون زدن و از نیروشون بهره بردن. سال 57 درست ما روی این شد، یعنی اینها رفتن آقای نوری رو که اونجا دارش زده بودن اووردن گشتن سر کار. این هم همه افتخارش به نوری بود. این استش که 57 این داستان بود و این گردآوری. من اگه سپس یه چند دقیقه باشه من نمونه هایی از مشروطی ایرانی رو براتون از شاهنامه بهشتون نشون بدم. بله شما قربان، یه چند دقیقه میتونید بفرمایید که بعدم در وقت باقی مانده من یکی دو مسئله رو در خدمت بینندگان عرض کنم. خیلی ممنون میشم. خوشمون. هنگامی که پادشاهی در ایران آغاز میشه از دید شاهنامه، شاهنامه اون میوه فرهنگی ماست، میوه فرهنگی ماست که همه رو پخته و داره به ما میده. شما نگاه کنید دو چیز در شاهنامه ویژگی داره، یکی پادشاهیه که اصلا اینجوری میگه کیومرث شد بر جهان کت خدای، پژوهندی نامی باستان که از پهلوانان زند داستان، چون این گفت کائین تخت و کلا کیومرث آورد او بوچا. یعنی کیومرث رو حتی نخستین انسان هم میدونن. هنگامی که نخستین انسان میاد در فرهنگ ایرانی با پادشاهی میاد آقای دکتر، این همونه که شما میگفتی. و سپس اون میاد از قاردشینی آغاز کنه، از بیابان گردی کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوهندرون ساخت شای، و سر و بخت و تختش بالا گرفت و از او اندر آمد پرورش و خورش و همه چی، و دد و دام پیش اون آرامش داشتن. سپس ما میایم برای نمونه میرسیم به هوشنگ، جهاندار هوشنگ با رای و داد. ببینید رای و دادگری، فرهنگ اینه، فرهنگ رای و داد. در جمهوری ها میبینید اصلا رای هست، داد نیست آقای دکتر، دادگری نیست. هر کی تبلیغ بیشتر بکنه اون برنده میشه. رای ما میدیم ولی بر اساس دادگری نمیدیم. در پادشاهی رای و داد هست. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد، بگشت از فرش چرخ سالی چهل، پر از مغز، پر از هوش مغز و پر از رای دل. چو بنشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بسته کمر، و از آن پس جهان یکسر آباد کرد. پس این از اونه که نگاه میکنیم با این میاد میگه من جهان رو میخوام آباد کنم و کمرمو بستم. سپس پسرش میاد، چون این گفت پسرش طهمورث کمروز، چون من وقت کمه تون میگم، کمروز تخت و کلاه مرا زیبد و این تاج و گنج و سپاه، جهان از بدیها بشویم به رای، پسانگه کنم درگهی گردپای. یعنی جهان رو آروم که کردم تازه واسه خودم درگه و درگاه، زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیب. خدیب یعنی خدا و پادشاه. هر آن چیز کن در جهان سود من، کنم آشکارا گشایم زبند، که اون یه دستوری هم داره به نام شهرست و یاریش. من با جمشید رو میاد، جمشید هم درست این همین رو میاد میگه. یا برای نمونه منوچهر رو من یه چیزی برای آخرینش برگزیدم، پدرش میمیره، این میاد میشینه گفتگو میکنه، و هنگامی که گفتگو میکنه میگه که من جهان رو پاک میکنم، بدان راز بد دست کوتاه کنم، زمین را به خون رنگ دیبه کنم، که بعد که گه بزم دریا دوست منه و گه جز جنگ ننگ و جنگ هستش. و این هنگامی که برنامه هاشو میگه و میگه من چه کار کردم و اومدم سلم و تور و ایرج رو برداشتم و ایران رو آرام کردم و این برنامه رو دارم که هر کسی در هر کجای جهان، چه پارس چه ترک، هر کی هست من بهش آشنایی بدم، سام بلند میشه و میگه که تو شستی به شمشیر روی زمین، به آرام بنشین و رامش گزین. یعنی اینا که پیروز شدیم تو پادشاهی سر جات بشید، ما باید کار بکنیم که کاوه ها بودیم، از این پس همه نوبت ماست رز، تو را جای تخت است و بگماز و بس، میگساری کن و شادی کن. و سپس میگه اینا، این بخش بسیار مهمه، نیاکان من پهلوانان بودند، پناه بزرگان و شاهان بودند. این فرهنگ شاهیه.
پهلوانانی که زور داشتند و دانش داشتند و میهن پرست بودند و مانند رستم نمی اندیشه که شاید این پسرم باشه چون کشورش داره از میان بره، میگه نیاکان من پهلوانان بودند، پناه بزرگان و شاهان بودند. و سپس میافزایه، سپس میگه آقای دکتر، میگه مرا پهلوانی نیای تو داد، مرا پهلوانی نیای تو داد، دلم را خرد مهر و رای تو داد. یعنی خرد من مهر، یعنی همواره گزینش هست بر پایه سخنانی که پادشاهان میگن. و این گونه ای از جمهوری است که من دیگه زمان کمه، از همینجا کوتاه میکنم. بسیار متشکرم، خیلی ممنون. عرض کنم که من چند مطلب دارم که با بینندگان مطرح کنم. یکی در مورد همین مسئله بود که در پرسش سوم خدمتتون عرض کردم، در مورد سلطنت و سلطنت طلبی و پادشاهی. یکی از مشاوران دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی چندی پیش در چند برنامه اعلام کرد که مخالف با سلطنت، برای این که سلطنت آفت پادشاهیه و این به صورت یه مقاله تهیه کردن و پخش کردن و در قسمت های مختلف هم الان وجود داره. بنده میخوام اینجا عرض بکنم خدمت این مشاور گرامی که ایشون مطالبشون کاملا نادرسته. چرا؟ برای این که وقتی ما میگوییم که سلطنت و پادشاهی، اگر این قانون اساسی مشروطیت یک بار مطالعه میشد به وسیله ایشون، متوجه میشدن که این دوتا مرادف همدیگه به کار برده شده، یعنی سلطنت و پادشاهی از همدیگه مجزا نیستن. استناد بنده مواردی است که در خود این قانون اساسی مشروطیت وجود داره، از جمله در مورد اصل 27 که تجزیه قوا هست، اونجا گفته میشه سوم، قوه سوم قوه اجراییت که مخصوص پادشاهه. اینجا کلمه پادشاه به کار برده شده، ولی در اصل 35 که مسئله بسیار بسیار مهمیه، گفته شده سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده. یعنی سلطنت رو به عنوان یک پدیده اجتماعی یا پدیده حقوقی در نظر گرفته شده و پادشاه به عنوان یک شخص. باز در اصل 36 گفته شده که سلطنت مشروطه ایران، کلمه سلطنت مشروطه گفته کار گرفته شد، از طرف ملت به وسیله مجلس و مؤسسان به شخص پادشاه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی محمد. باز دو مرتبه در اصل 37 میگوید که ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه، اینجا پادشاه برده شده. عرض کنم که در اصل 38 ما به سلطنت متوسل میشه، در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند الی آخر. عرض کنم که در اصل 39 هیچ پادشاهی به تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند، یعنی کاملا هم سلطنت رو شناخته در قانون اساسی، هم پادشاه به رسمیت شناخته. در اصل 41 به دنباله مسئله میگوید در موقع رهبت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد، یعنی پادشاه به کار برده میشه. عرض کنم که بعد موقعی که میخوان جانشین گفته بشه نمیگوید نایب پادشاه، نایب السلطنه، یعنی کلمه سلطنت در اونجا وجود داره. بنابراین و بعد همینطور در اصل 43 که شخص پادشاه نمیتواند بدون رضای مجلس سرپرستی کشور رو قبول کنه، باز اصل 44 از شخص پادشاه صحبت میشه، اصل 45 کلیه قوانین و دستورهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشه، اصل 48 از نصب وزرا به موجب فرمان عمومی پادشاه است، و بعدم اصل 47 دادن درجات مخصوص پادشاهه، و همینطور بقیه موارد دیگری که در اینجا وجود داره. چون نمونه هم امروز هم داریم، اینها شلختگی نوشتاریه، یعنی همچنان که فرمودید
در اون زمان اینا رو برابر هم به کار می بردن. من یه نمونه امروزی براتون بگم. ما میگیم سلام یا درود. سلام با درود در اون مایه معنی دو تایه. سلام یعنی این که درست میگن از سلامه، یعنی من با شما جنگ ندارم. چون تازیان به هم که میرسیدن آقای دکتر اینها بسته بودن، باد و طوفان و شنزار بود، دولا میشدن، یک شنم برمی داشتن با دست راستشون که شمشیر داشتن، اگه شمشیر دست چپ بود با چپ، و این شن رو میریختن میگفتن سلام علیکم، یعنی بر تو جنگ ندارم. ما امروز ایرانی ها میگیم سلام یا درود. درود یعنی تندرستی، از دروت میاد. ولی کسی هم که میگه سلام، آرمانش همین دروده، کاری به اون جنگ نداشتن نیست. درست این واژه سلطنت و پادشاهی هم همچنان که به دوستی همه رو فرمودی در کنار هم به کار رفته. این دوستان چه رایزن پادشاه باشن، شاهزاده باشن، چه هر جای دیگه، خواهش میکنم بازی های سیاسی با واژه ها در نیارن. اگر میخوان بیان بشینن با هر کسی که به هر روی پژوهش کرد یا اهل فن بسیار هستن، با آقای انقطاع نمیخواد با من باشه یا با کسی دیگه، بیان بشینن گفتگو بکنیم و این واژه ها رو بتراشیم. اینها آقای دکتر بازی های سیاسی. بله، عرض کنم که حالا بنده نتیجه‌گیری بکنم. به خصوص اصل 56 تکلیف روشن کرده، میگوید مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی با قانونه. بعدم اصل 57 میگوید اختیارات و اقتدارات سلطنتی، نمیگوید پادشاهی، فقط همون است که در این قوانین مشروطیت ذکر شده. نتیجه‌ای که بنده کردم این است که سلطنت و تخت سلطنت این یک مفهوم حقوقی داره، یعنی یک شخصیت حقوقی در این قانون به کار برده شده، ولی پادشاه یک شخصیت حقیریه. بنابراین این دوتا با همدیگه هیچ گونه تعارضی نداره. درسته به قول جنابادی شاید لغات بهتری میتونست به کار برده بشه، ولی مفهومش با هم دیگه با توجه به این ماده 56 که میگه مخارج دستگاه سلطنتی، یعنی یک پدیده حقوقی رو داره مطرح میکنه. مثلا آقای دکتر نوشته سلطنت مشروطه نداریم دیگه، سلطنت که دیگه مشروط نیست که، اینه که اینا همون پادشاهی مشروطه میخواستن بخواه. این اشتباهات یک چیزی در اون زمان روا بوده، مردم این کارو میکرد. بنابراین عبارت این که این نتیجه‌گیری میخوام بکنم که بگویم سلطنت آفت پادشاهیه اصلا نادرسته به هیچ وجه، برای اینکه این هر دوتا یکی هستن. به قول فرمان شما اینا در جا به جاییش اشتباه شد. مسئله دیگری که الان وقت منم کم هست من خیلی خلاصه عرض بکنم، مسئله این همه پرسی و رفراندوم هست که همطور که اطلاع دارن دو گونه فکر وجود داره که بسیاری از مقامات عالی هم یک گونه اول مورد نظرشون هست و اون هست که ابتدا بعد از براندازی مجلس مؤسسان تشکیل بشه، مجلس مؤسسان یک قانون بنویسه یا دو تا قانون یا چند تا قانون و این قوانین در نظر مردم رأی گذاشته بشه، همه پرسی انجام بگیره و هر کدوم مردم تصدیق کردن به اون عمل بشه. و این اشکالات بسیار بسیار اساسی در این زمینه وجود داره که چون الان وقت نیست من فقط قسمت دوم عرض بکنم که اون چی که مورد تایید ماست اون این است که ابتدا همونطور که بارها صحبت شده، ابتدا بعد از براندازی از مردم نظرخواهی بشه در سراسر کشور، از اون روستای کوچک تا شهر بزرگ همه مردم نظرشون رو بدن، کمایی که الان دارن مردم نظر میدن و میگوین که چه میخواهن در آینده. در اون موقع هم بایستی ابتدا در سراسر کشور همه پرسی ابتدا انجام بگیره، اونچه که مردم بر اون رأی دادن هم از این که سامانه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه بر اون اساس عمل بشه و مجلس مؤسسان که تشکیل میشه برای به اجرا در آوردن اون نظر مردم هست که به اون شکل حقوقی به عنوان قانون اساسی بنابرد. خیلی متشکر جناب دکتر، بسیار سپاسگزار از وقتی که صرف کردید تشریف آوردید. خدمتتون بدون عرض میکنم جناب دکتر قوی‌دل، با سپاسگزاری. سپاسگزارم از شما و همه یاران. بسیار متشکر. بینندگان عزیز چون وقت ما تمام هست، اگر نسبت به بیانات بسیار آموزنده و
و پژوهشگرانه آقای دکتر قویه اگر نظری دارن، پیشنهادی دارن یا نسبت به عرایض بنده، لطف فرمایید به این تلفن های 650-619-76-23 و یا 832-277-77-48 لطف فرمایید پیامشون رو بگذارن، در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد. بدرود عرض می کنم خدمت بینندگان، پاینده ایران، جاوید ملت بزرگی. آزادی را با چنگ و دندان گشاییم،